هلو، خیلی مخلصیم. الان دارم میرم یه جا هست، یه مجسمه خیلی بزرگ از عیسی مسیح، اونجا میرم. بعدش هم میرم آکواریوم. حالا بده ولی بعد برم روز آخری که اینجا فیلم بگیرم. رسیدم به داستانی که باید برسم. انقدر عظمت داره نگاه کنید، حرام ریخت. نمیدونم از خودم بگیرم اینا بگیرم. قشنگه اینجا، خودم موندم. ما الان اومدم تو صف، این آسانسور رو سوار میشیم میریم بالای بالا. کام نفری 5 یورو هم هست. تیکت اون گرفتم چه ارتفاعی رفت بالا. الان پرسیدم گفتم پله میشه، گفت با پله میشه ولی یه دو سه روز جورایی. ظرفیت آسانسور 13 نفره، سه طبقه اینجا زده بودی که من فهمیدم مثل که سه طبقه است بود. آقا آسانسور اومد جلو در وایسادم که راحت سری برم بیرون. مریضم، بعد مریضم چه شما نگاه کنید به خاطر شما تا کجا اومدم. فشار هم افتاد دیره. حالا من چه آقا دیدی چه خفنه؟ خدا وکیل هرچی بگم کمه برای بال میلیاردو. یه توضیح راجعه اینجا داده، اینجا نوشته آلمادا. یه سری جای دیگه قبلا دست قومای مسلمون بوده، پرتغال. هی جنگ میشده میگرفتن، جنگ شده میگرفتن. برای همین نگاه اولش AL که داره، آلمادا عربا که هرچی میگن مثلا ال داره اولش. الان من فهمیدم این آله که میاد آلمادا به خاطر اینه که قبلا کشورها اسلامی بوده. دوستان عزیز، همکنون در کنار مجسمه عیسی مسیح هستم. نواب و زیاره همه تون، انشالله که روزه و نماز همه قبول باشه، مناجات همه قبول. چی داریم؟ آقا پایینش هم که میای مجسمه های قشنگ و نمادهای زیبا رو میفروشن. خیلی قشنگه. چه همه موسیقی. ارادت خدمت مریم مقدس. ناب و زیاره همه تون هستم در همین مکان مقدس پر از مجسمه های مقدس. انشاءالله که هممون به راه راست هدایت بشیم. آقا این بالا هم دوباره یه محل عبادتی گذاشتن. تابلوهای خیلی قشنگی داره، اینجا میشینن و عبادت میکنن. غرور همگی، ناب و زیاره همه هستیم. خدایا به همه مردم سلامتی بده اول، بعدم جیب پرپول. انشالله که همه به آرزوهاشون برسن در این مکان مقدس. برای همه تو آرزوی خوشی، سعادت، خوشبختی برسید به اون چیزی که به نفعت. ارادت، ارادت، چکی، یا خدا نگهدارتون. یه 12 نفر حق دارن برن. دوباره رمیدم به سمت پایین. این بود از ویدیوی مجسمه عیسی مسیح. بعدش قرار برم آکواریوم تا ساعت 6 و 7 کارم بازه. تاکسی بگیرم سریع برم اونجا. مجسمه خدای دعای ما رو اجابت کن. هستن ایشون. خب الان یه تاکسی گرفتم، این استارت آکواریوم رفتنمه. از اینجایی که هستم تقریبا 13-14 کیلومتر فاصله داره آکواریومه. بلیتش هم گرونه ولی فکر کنم ارزشی دیدن داشته باشه، چون فکر کنم زیر دریاه، یعنی یه چیزایی زیر دریا نشونت میدن. بریم ببینیم چه خبره، شاید یه چیز خفن تر دیدیم اونجا. تا الانش که روزم پرفکت بوده ولی سرما خوردم، مریضم، ولی بازم اومدم بیرون چون روز آخری که پرتغالم. بریم پس سراغ آکواریوم.
مرسی. چاو. رسیدم به آکواریوم. اونجا سالن ژیمناستیکه. جدول مندلیوف. پشمام تلکابین داره. میدونم میبینید یا نه از اینجا. نگاه کنید. این اونجایی بود که من می‌خواستم بیام. امیدوارم چیز باحالی از توش در بیاد. واه. پشمام. میدونی اینو با چی ساختن؟ با بطری‌های نوشابه. اگه دقت کنید بطری‌های همه نوشابه و آب و من تا الان خدایی خیلی هزینه کردم. واقعاً یه آدم بی‌پولی دارم برمیگردم به آلمان. علی نه خیلی خوش گذشت. تلکابیو من میرم میپرسم ببینم چجوریه، ولی خودم حسشو نهرم چون مریضم هستم. احتمالاً فقط در حد همون آکواریوم اکتفا کنم دیگه. بعدش هم به سمت خونه. از اینجا میرن به اون سمت. 3 یورو تفاوت بلیط چیز بود. اومدم تلکابینم سوار شم. خب تلکابینو زودتر سوار شو چون میبنده. تو برو بیا بعد اینجا برو تو آکواریوم. تلکابینو سوار شدم. خیلی خوشحالم. یلافیل بالای این دریاه فکر کنم. از این ور قشنگ واسه تون میگیرم باشم ببینیدش کنید. ریدم به خودم چقدر هم بالا. ترسا که یه جوری شدم. دلم قلقلک میگیره. پشمام. آقا چه تلکابینیه خدا وکیلی. پیاده شی. نیاز نبود پیاده بشم. گفتش که میتونستی همونجا تیکتتو بهم نشون بدی که دوباره همونو بری. واسه چی پیاده شدی؟ گفتم خودت گفتی پیاده. الان دوباره باید صبر کنم یکی دیگه بیاد. برگردم همونجا. میتونم برم آکواریوم. آرام سوار شم سری. در اتاق منو. الان ریله. میره از ریل خارج میشه. دره بسته میشه. ناب و زیاره همه تون هستم. ایشالله که همه تون بیارید. خیلی خفن. عادی حالا باید برم غذا نخورم. چی گشتمه تا الان؟ خیلی حال داد خدا وکیلی. تا الان سفری که کردم عالی بود. رویم خیلی تغییر کرد ولی آخرش مریض شدم. شانس ندارم. چش خوردم فکر کنم. امیدوارم تو فرودگاه بهم گیرن چون اونجا تب میگیرن. اگه تبت بالا باشه احتمالاً قرنطینت کنن. صفو نگاه کن بابا. بی خیال چه صفیه. آقا حیونایی که داخل اینجا هست و نشون میده. این نمیدونم چیه. این مرجان، اونم مریم. بچه ها این صدا دلفینه. موسیقیه. ولی دلفین دیده بودم تو آکواریوم. این صدا داره ولی فکر نمی‌کنم اینجا باشه. صداهایی میده. عجیب غریبه اینجا چقدر. به به به. آه. دو ما نگاه. از دومش بگیری. بکشی. چیه بچه؟ این چرا شکلیه؟ انگار بردن اسمی شد. چرا قد زشته؟ بچه چرا اینجوریه؟ شبیه هواپیمایمونه. یه سلمونی برو. این سفره ماهی ها از زیر نگاهش میکنی انگار دارن میخندن. از رو انگار بهت بی اهمیت هم ولی از زیر انگار دارن بهت میخندن. ماهی ها رو نگاه. خوراک کباب ها. پنگوان نه اینا پنگوان نیستن. یه چیگن همین خونه. آقا اونا پنگوئن نبودن، پاپاگای بودن. یعنی چند نوع مختلفه. این چیه؟ این ماهیه. اشنا الو چه لشی کرده اینجا؟ ماهی رو نگاه.
ستاره دریایی. آجی اگه کاش میشه یه دونه اینا گرفت. ستاره دریایی ها انگاری مجسمن. خون نمیخورید شما؟ این خوابه. آب یا بیداره؟ خون نگاش. چه ماهی خونده یه. آجی اینا رو نگاه کنید. چیه؟ کفترم بگی. پنگوانه. قشنگم. خوابای. رو باشید. یه سری مایاش دندون داشتن. این دندون مصنوعی کوسه است. دندونش خراب میشه میدادن. میام دندون مصنوعی این ماهیه. دباسی مباسی هم میرم میکنن. چه جاده. لافونه. ماشاءالله. جای بعدی رو ببینید. به 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 به. این دیگه پنگوانه. چون رو داده سمت ما برینه رو بکنم. اینا این کارا میکنن. بچه ها اینم اطلاعاتی راجع به این پنگوانه ها و این پرنده ها که اینجا پنگوانه ها دست جمعی زندگی میکنن. دعواشون دست جمعیه. هیچ وقت باخت نمیدن. همیشه لاتی را میرن. 18 سانت هم قدشون. اینم پنگوانیه که زیراف میره و سیس میگیره. اینم جفتگیریه. میگه لب تو لب بکنن. جفتو میگیرن. بهشون دست هم میزنن. دونه هاشونه. اینجو میرن. آقا اینجا هم دوباره سفره ماهی و اینا. این چقدر قشنگ اینا رو اینجا چیدن. آب دریا و فلان و بسار. یه همش ماهی دیگه. اینجا یه ماهی گیر کم داره فقط. پوسه هم داره بسر. بری تو اینا شنا کن. جر با جرت میکنه پوسه. اینا رو همه رو با آشغالا درست کردن. آشغالایی که از ساحل. آقایون خانمایی که میرید ساحل آشغال دمپایی. اینا فلان در نوشابه اینا رو میندازید. حیف نکنید. چی درست کردن این پلاستیکایی که شما میندازید. این معلومه چیه. معلومه رفته یه کار بدی کردن لب ساحل. هم از آشغالایی که شما میندازید در طبیعت درست شده. فندک و پایپ و چیزای دیگه. آهنایی که میندازید تو طبیعت ساخته شده. در حلب و در کنسرو و چرت و پرتا. بنده از شما تمنا میکنم به محیط زیست خودتون آسیب نرسید. اینا همه جاندارن ها. این هشتاه ها. اینا مارچ مارچ دارن. ای جانه. همو خوشگه. عیوس دلروایی میکنه. آقا اینجا پلا میریم پایین. فیلم آکوامن رو دیدیم؟ پسره میاد اینجا. به خدا همین شکلی بود. من یادم این کوسه هم توش بود. باید اینجا زر بزن. من حس میکنم آکوامنه. من اینجوری میکنم همه ماهی ها جمع میشن دوره. وا اینه شبیه پیراناه. فنفنن اینو. سفره ماهی بچهش. بچه موسه. سلام. اینجا راضی هستین؟ یعنی خوب رسیدگی میکنم به تو. چشه تو چرا اونجوری شده؟ کی زدته؟ به تو چه؟ این زشته که گفتم کلا طبیعتش این شکلیه. یعنی این شکلی آفریده شده. دوستان یه چیز دیگه اسم این ماهی فلاه. اسم این ماهی گفتم اسمش هم بزنید. مثلا ماهی اینجا هست. معروف هم به ماهی های شیراز. خستن دیگه. میخواهم کمکشون عروس دریایی. عروس دریایی یکی از خطرناک‌ترین موجودات دریاییه. این برم ببینید ماهی منم. دماغش خیلی گنده. اگه ماهی بودم این شکلی بود. واه قورباغه این تو هست ولی بیناموس بیا بیرون ما پول دادیم. خب هزینه کردیم بیاییم ببینیم. اینا هاشن. اینا هاشن. برینوما! گیر کردم! اینم بچه ها قورباغه‌ای بوده که با آسفالت رد شدن ازش. فسیل شده. این شده. چه
اینجا هم بهتون نشون بدم یه درختی که قورباغه ریزی داره اندازه 60 به اینا میگم مینی قورباغه. این سمی ترین قورباغه جهانه بخوره. اینا همه قورباغه سمیه. اسکلت قورباغه این هم ماهیای کوچیک و ماهی گورخریه. اینا که اینجا کاشتن درختش really nigga اسب دریایی که با شتر جفت کردن زندن ها. شما فکر کنین اینا مردن، اینا حیوانات زنده. سر عزیز بزرگترین خرچنگی که عمرم دیدم خرچنگ جنگجو، قیافه بسیار دعوایی شرارتی، جای چند تا قمر رو حتی میتونید بدنش تماشا کنید. کلا به کسی کاری نره تا بهش کار داشته باشن، ترکای کسی نمیپیچه مگر اینکه بهش گیر بده. این خرچنگ 300 سال عمر کرده چون سرش بلاک خودشه و به کسی کاری نداره. همونجا هفته رو تو در بیاری تخ هر جور ماهی های سرامیکی شبیه کاشی میمونه. باب ماهیه به به هشبا، هشبایی که لشش رو چسبانده به این، هشبایی که پشتش رو ما بود از این بر میتونیم ببینیم چقدر زشت و بد ترکیب و یکی دیگر اونجا داریم چون معلومی سراتش کجا هست. نگاه کنید، من نمیتونم دقیق بگم ولی اینا کاوس دریاییه. شما همونجوری که نگاه میکنید میبینید که یه چیزایی میبینید متوجه میشید که چیه دقیق. همینجوری خودتون متوجه شدید کافیه. کارتون نمو رو اگه دیده باشین یا همون نموه، این همون دختره است، این همون زرده است، اونم بچه های نمو. نمو اینجا دیگه تولید مثل کرد. یوز پلنگ ماهی رو داریم، خال ماهی داره، حالت تعوا بندسیده. انقدر ماهی دیدم، ماهیگیری خوشم میاد ها، ولی کلا این پایین راحت نیستم به جوریه. آخش خروجی بچه با سردرد گرفتم انقدر ماهی و آکواریوم دیدم. پایین هم یه جوری نورش بود آدم عصبی میکرد. سرما خورده که میشم عصبی میشم. اینم از آکواریوم بهتون آبا بس دیگه. اینم از آکواریوم که بهتون قولشو دادم بهتون نشون بدم. بهش خودتون لایک و سابو بتر کنید دیگه، کامنت بذارید، انرژی بدید که حال کنم دیگه. خب دوستان عزیز، اینم فروشگاهیه که یه سری چرت و پرتو میکنن تو پاچه خلق الله خدا تومن. یه قیمت بگیریم 30 یورو همین یه توسه عروسک عیوسای کلا. اینم 30 یورو، اینم 30 یورو. پشمون علت کلا برداری ها. یه تیشرتو چند میده؟ 25 یورو. آخه بابا پدر سلامتی چرا انقدر گرون فروشی شما؟ خبرتونه مغازه گرون فروشی بود. من درست هزینه میکنم ولی قرار نیست یه کلو سرم بره که هزینه بجاش. اول فرد روز آخره، امروز دارم برمیگردم یه ساعت دیگه برم گیت پرواز که یه ساعت و نیم دیگه هم پرواز دارم. حالم به شدت بده، سرمای عجیب غریبی خوردم. نمیدونم کلا سرما خوردم چیه داستان، ولی به هر حال تست دادم فکر نمی‌کنم کلا باشه. امیدوارم تو فرودگاه بهم گیر ندن. چش خوردم فکر می‌کنم این چند وقت. خیلی قشنگ بود این شهر لیزابون. حال کردم، گفتم که دیگه روز آخرم فیلم بگیرم براتون که به یادگار داشته باشیم. یه بلند میشم میرم دارم میبیرم. یه 3 ساعت توی هواپیمام، یه ساعت هم توی هواپیمای دیگه. امیدوارم اونجا حالم خوب باشه که بتونم بگذرونم این گیتا رو وارد آلبان بشه. اگه گیر بدن ممکنه اونجا دوباره تست بگیرن، سب بد بکنن، داستان داره اونم. چکری دوستتون دارم شدید به مدت مدید. مسیر فرودگاه هستیم برای تیک آف. خواستم یه تشکر ویژه از مدیریت هتل NH بکنم برای پذیرایی گرم و صمیمانه خوبشون. از تمام تاکسیداران شهر تشکر میکنم، به نرمی فرو کردن سری قیمت ها رو. کلن یکی از بهترین جاها برای سفر لیزبورنه. ایشالا که همتون بیاید. خیلی خوش گذشت به من، ولی خب این روز آخر مریض شدم یه خورده حالم گرفته شد. در کل یکی از بهترین جاهاییه که اومدم تو زندگیم. البته کلا 2-3 جا رفتم، از اون سفر لهستان خیلی بهتر. بریم فعلا تا فرودگاه تیک آفمون دیر نشه. همکنون صفحه طولانی هست، وایستادم بارمو بدم. اینم چمدون من رفتش تو قسمت بار. باش خدافظی میکنم، خدافظ ایشه. اونجا بارو تحویل دادیم، اینجا قراره که گوشه اینامو بگیرن بگردنم. وسیله ای مثلا چه میدونم مشروب، مثل فندک، چاقو اینا با هم نباشه توی این دستگاهه. یا اگه بوق زد درم سرویس اینا کنید. یه کاپشن اینا تو باید در میاد. همراهان گرامی اینجا گیتا رو میزنه، هنوز برا من رو نزده. آقا اینجا یه سری برندهای معروف هستن، مثلا این مشروب فروشی ترتیب گذاشته تا اون تپور مشروب.
میره یه ارزون مثلا 140 یورو 140 یورو نمیشه اونقدر گفت گرون، ولی خب چیزای گرون هم داره. مثلا یه سری مارکای مشروب هست الان بهتون نشون میدم پراتون بریزم. این 319 یوروه، این 305 یوروه، 3637 یوروه، حالا نمیدونم داستانش چیه، 2950 یوروه، ولی خیلی گرونه خدایی. نسبت لوازم آرایشیه خیلی چیزای معروفی هم داره، مثلا گوچی، چنل، مثل لوازمای آرایشی دختر رو سر در میارن، چه میدونم دیور مثلا، چیزای مختلف داره دیگه. قبل از اینکه وارد گیت پروازت بشین این مغازه هست که خریدی چیزی میخوای بکنی. آقا یه ساعت گوچی دیدم 1070 یورو. زنه بهم گفتش که نمیتونی فیلم بگیری، گفتم اوکی. میخواستم بخرم آقا، به خاطر این حرفش نه میخرم نه فیلم میگیرم که بسوزه قشنگ جر بخوره. دارم فیلم میگیرم دیگه، گذاشتی مردم ببینن دیگه، چه فرق میکنه من میبینم 10 نفر دیگه هم میبینن. اولین نفری بود تو پرتغال به من گیر داد گفت فیلم نگیر. الان اومدم دو تا پیتزا، من دو تا تیکه پیتزا خریدم، مثل پیتزای ایرانه، یعنی من باورم نمیشه چیزی که پرسیدم تو آلمان هم این شعبه ها داره. از این زاویه نگاه کنید قشنگ انگار خود پیتزای ایرانو داری میخوری. بذار مزه‌ش هم ببینم. آره خوبه. اولین پیتزایی که من تو اروپا مثل پیتزا ایرانی بود. تو برلین فکر کنم یه جا هست که مغازه ساندویچ فروشی ایرانی هست، نمیدونم پیتزا داره یا نه، ولی اینی که من الان خوردم واقعا مثل پیتزای ایران بود، خیلی خوشمزه بود. خوش سرم نوشته هات پیتزا. صف رو نگاه کنید دوباره، یه عالمه آدم میخوام برن. ساعت 2:20 هم بعد پرواز کنیم، الانم 1:50 دقیقه است. دوباره اومدیم ورودی هواپیما و سردرد عجیبی گرفتم، مریضم اصلا. اگه خوبی بدی دیدید حلال کنید دیگه. پرتغال دمت گرم، ویزا برد دمت گرم، خیلی حال کردم، سفر خیلی خفنی، یه هوای کاملا معتدل. ان شاءالله که پرواز خوبی داشته باشیم و بازم تشکر میکنم از کاپیتان جک و کاپیتان بلک. من همین الان رسیدم خونه، ازم تست گرفتم، متوجه شدم که کرونا دارم. خدا رو شکر که الان با بچهای دیگه نبودم که اونام نگرفتن. الان خونه داداشم خودم قرنطینه کردم 13-14 روز. اینم آخر سفرمون، جالب بود واسم. نمیگم این خوشی به ما نیومده. اگه خوشتون اومده لایک کنید، سابسکرایب، کامنت، دیگه کرونا گرفتم دیگه. دیگه انرژی بدید. چکر همتون هستیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. کلی سفرهای خفن برای همتون آرزو می‌کنم تا ویدیوی بعدی. یا Koy git hayallarım bir de senin yana düşmesin Her defa bile tez gelip tez kayıtma Koy gitmekleri adileşmesin